پترو پروشنکو رئیس جمهور جدید اوکراین در بازدید از ستادهای ارتش در شرق این کشور و دیدار با نظامیانی که عملیات خود را علیه جدای طلبان طرفدار روسیه به پیش میبرند خبر از یک آتش بس یک طرفه یک هفته ای داد آتش بسی که البته عملا اجرا نشد و آقای پروشنکو در یک نطق تلویزیونی تاکید کرد که این آتش بس به معنای توقف عملیات دفاعی ارتش نیست او گفت تمام گروه های مسلح غیرقانونی باید بدانند که آتش بس پیشنهادی ما به معنای آن نیست که سربازان اوکراینی اجازه دفاع از خود را ندارند هر اقدام افراد مسلح برای حمله با پاسخ قاطع ما مواجه خواهد شد. دولت اوکراین حمله روز شنبه جدای طلبان طرفدار روسیه به مرزبانان کشور در منطقه دونتسک را محکوم کرد همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرده که طرح صلح دولت اوکراین نباید حالت ضرب الاجل داشته و غیر واقع بینانه باشد